ریشه‌ای بلبطه‌ها گم نشده که عاشقانه دوستان دارن، عاشقانه گرامی می‌دارن، یکی ظرفیت کلام نمیشه نگره که مطمئن باشی این نسل نسلی است که زندگی نیست بجز عشق، بجز حرف و محبت به کسی بر نهر خور کسی زندگی کرده بسی. به نام خداوند جان و خرد کزان برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جان، خداوند روزی دی و رحم ما. درود بر روان پاک منجی و شریعت سرورد جهان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. راستی باش که پیغام بزرگی دارم، راستی باش که پیغام بزرگی دارم. تا هنوز از زل خاک ریشه بلبطه‌ها گم نشده، تا هنوز از زل خاک ریشه بلبطه‌ها گم نشده. با وقتی که در آتش می‌سوخت نمهان چه دلاور می‌خواد، با وقتی که در آتش می‌سوخت نمهان چه دلاور می‌خواد. سوختن مرحله دیگر از روی شماست، باید از سر بگید. عرض ادب و حرمت احترام دارم محضر همه شما بزرگان، استادان نهایت عزیز و گرامی، نسل جوان سلحشور و دلیل جوان، جوان بدخشان که عاشقانه دوستان دارم، عاشقانه گرامی میدارم. حضور همه شما را، بودش همه شما را، جسارت همه شما را، نبوغ همه شما را و همیشه هم این عاشقانگی های دوست داشتن من خواهد مثال شما بود و میباشد. البته امروز ما خیلی 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 خوشبخت هستم، نهایتی شانس و اقبال با ما همسر بوده است که در جایگاه یک معلم حرف میزنم، در حالی که بهترین معلم من رو برای نشسته و من عاشقانه ترین محبت ها را نثارش میگیرم. استاد فضائل فضلمند، یکی از نبوغ بالا، ارزشمند، گرامی و یکی از ظرفیت های بسیار گرامی بدخشان زمین است و من افتخار دارم که شاگردی از این هستم و این امانت را با افتخار همه جا سخن زدم، همه جا به حرکت آوردم و همیشه با خودم حمل میکنم. استاد نهایت عزیز و گرامی ما که من حیث مریدی از ایما در جامعه بدخشان مبارزات، عدالت پسندی، گفتگان، گفتگوها را یاد گرفتیم و فهمیدیم. استاد عزیزمان وسیق صاحب گرامی، نهایت سپاسمند هستم که حضورتان هنوزم ما تصور میکنیم، تجسم میکنیم و میبینیم. تا باید تذکر بتون، باید تذکر بتون قبل از هر آغازی، قبل از هر سخنی، از هر عالمی، از هر اهل فهم دینی، امیر استاد توحیدی که چند لحظه پیش تخنده برای من شدیدن گرامی تر است، از هر نویسنده، از هر سخنبری، از هر سیاست مداری، امیر آقای نبیزاده برای من گرامی تر است، از هر ورزشکار سطح دنیا استاد جعفری برای من گرامی تر است، از هر ذهن برتری نبوغ قرآنی قاری صاحب بزرگوار که اینجا نشسته برای من شدیدن گرامی تر است. معلمین خوبی بودن برای بدخشان، برای نسل ما، برای نسلی که من برایش مبارزه میکنم، واقعا زحمت کشیدن، تلاش کردن، انرژی مصرف کردن. وقتی که صوت مبارکی قرآن از صدای قاری صاحب میبراید، ما خودم به لرزه میآیم، به حرکت میآیم که ما باید افتخار بکنیم به این ندایی که کلامش، سخنش، حرفش قرآن است. امروز من در جایگاه استاد زائل مهسا دانش حضور دارم، جوانی که با همه معافیت های زندگی، بر همه آرامش های زندگی پشت کرده مبارزه میکنه، تلاش میکنه، با چالش ها مواجه است ولی تسلیم نمیشه و برای نسل جوان بدخشان مردانه ساده است، کاج بلندی است، آرمان و آرزو نسل بزرگی را پرورش داده، جمع کرده و روز به روز میبینیم این نسل چقدر خروشان است، چقدر هیبتناک، یکی ظرفیت کلام نمیشه نگره که مطمئن باشید
این نسل نسلی است که آینده افغانستان را به طور کامل تضمین میکنه و ما گرامی میدارم روز معلم را برای همه معلمان. این کانون، این بدخشان، این افغانستان و همه جهان، آنانی که حرف برای آموزش، سخن برای آموزش و یک کلمه برای آموختن دیگران عرضه کردن، ما دست بوزشان هستیم و آنها را گرامی میداریم. فراموش نکنید، فراموش نکنید، فلاسفه برای رشد، برای شهرت، برای پیروزی سه عامل پیشنهاد میکنند: اول نبوغ، دوم تلاش، سوم شانس. و این فلاسفه ها تاکید میکنند آدمی در دو عامل اول مؤثر است، اما عامل سومی هیچ شانسی ندارد. شانس گاهی نصیب کسی نشود، گاهی نصیب کسی نمیشود، ولی من بر این باور هستم رشد، تعلیم، شهرت، جایگاه چیزی نیست تا پایان تلاش کردن، و پایان هیچ چیزی بد نیست، پایان همه چیز خوب است و این همان موفقیت است. جای بد پایان نپذیرد، او پایانش نیست، ما نیمه راه توقف کردیم. و در تمام این سلسله مراتبی، این سه گزینه معلم نقش اولی و برازنده ایم. در هین بیشتر سخن از هین شد، یک جوان آگاه متأثر از دانشها و آموخته های یک معلم در زمان استعمار کمپانی هند شرقی که بریتانیایی ها وارد هندستان بزرگ شده بودند، حاضر می شود در اثر آموزه های معلمین مرسی که من بهترین آموزه های برای روشنگری را از استاد فضل و من دارم و با افتخار همه جا زمزمه کرد. و همچنین یک معلم بالا یک جوان تاثیر می گذاره، جوان حاضر می شود باید گو که در هیل مقدس از لگت بکوبه. جنرال انگلیسی پایین میشه، از موترش پیشانی گاو را میبوسه، معذرت میخواه، جای لگت جوان را پاک میکنه و به مردم تعظیم میکنه و موتر بالا میشه میره، مردم این جوان را لت و کوب میکنه. وقتی افرادش اساکیرش از جنرال انگلیسی میپرسن که چرا گاو لگت زده یه روزه طرف تعظیم کردی، گفت این جوان داشت، این جوان داشت مسیر رشد هندستان و صد سال جلو می بود، من جلوش را گرفتم که دیگر از بردگی ما نجات دادم. این جوان با یک لگد داشت صد سال این را پیشتر می بود، تاریخ این را، تمدن این را، پیشرفت این را صد سال جلوتر می بود، من اجازه ندادم. میگن خان عبدالغفار خان که در جامعه بدبخت و بیچاره ما فخر افغان با او لقب دادن، یک روزی با گاندی همراه، یک روزی با گاندی همراه، این دوتا نشستن خیلی کلای طولانی را آمده بودن. خان عبدالغفار خان گفت من خیلی خستم میخوام بخوابم، گاندی گفت من خیلی خستم میخوام یک دو صفحه کتاب بخوانم. خان عبدالغفار خان که خوابید سه ساعت گذشت، سه ساعت بعد بیدار شد که گاندی یک کتاب را تمام کرده، گفته همه زن میخوابی؟ شکر که من راحت شده و تو همه زن مطالعه میکنم؟ گفته من راه ترقی و پیشرفت ملتم را در لابلای این کتاب یافتم، امیدوار است و تو نیز بتوانی راهی برای تعالیم ملت در خواب بیابی. و همان بود که ملت ما رهبریش نسل جوانش نه، نسل برومند و چیستانش نه، رهبریش هنوز در خواب است، رهبریش هنوز چالش ایجاد میکنه، رهبریش هنوز یک سلسله چالش های کلانی را انجام میده. شاید نسل جوان ما بفهمن و خیلی از بزرگترها نمیفهمن که اولین بار واژه یا سخن یا ترتیبی به نام مجزا کردن علم دنیوی و علم اخروی توسط یک راهب یهودی صورت گرفته است. هیچ جای قرآن، هیچ جای احادیث پیامبر، هیچ جای سخن بزرگان و صدر اسلام نیامده است که علم به کلام دستهاد رسیده شد. یک راهب یهودی میره آسیب شناسی میکنه جامعه اسلام را، به بغداد میره،
اینا کجا کجا سفر میکنن؟ مگر راهی که وجود دارد ایستی ما مسلمان ها را به یک شاخه خاص علم بچسبانیم، وگرنه اینا از روش نمیمونه و حکومت اینا همین گونه که پیشتاز است با ادامه خواهد و راه نیست با اینا مبارزه کرد. بعد میایه در چوکا در چارچوب یک روحانی میگه علم اساس داره و اساس علم شرعی است. این علم دنیاری یک به امر مباح است و مسلمان ها باید به اصل علم باید بپردازن که است علم شرعی است. کجا قرآن آمده است؟ همه جا فقط یک بسته یک مجموعه تقدیم کرده پروردگار عالمیان به نام علم نباید مجزا شود وگرنه شکست میده شکست خورده و شکست خواهید. این فراموش نکنید همین که همه شما من حیث مسلمان باور دارین 124,000 پیامبر حتی بیشتر پاک پروردگار فرستاده برای هدایت بشر، مگر نمیشد که یک پیامبر فقط یک کتاب یک هدایت میفرستاد؟ چه باعث شد که پیامبرها تجدید شود؟ آدم آمد، نوح آمد، یکی پیامبر دیگر با کتاب با رساله. چرا؟ چون نسل تغییر کرده. میگن در هر 30 سال در هر 30 سال نسل آدمی طرز فکر آدمی تغییر میشود. سینماگرا به اون طرفن میگن، تجار به اون مد میگن، سیاستمدار به اون جناح میگن، ما و شما به اون نسل میگیم. و در هر نسل کسی میآید با فکر جدید و اون مشعلدار میگن. و این مشعلدارا همین مشعلدارا راه مبارزشان مشخص است که این معلمین هستن، یعنی بزرگایی که اینجا نشستن هستن، که اینایی که دانه دانه الفبا میریزن برای رشد تعالیم برای طرز دیگر حتی جدا نشود. آیا خداوند پاک نمیتوانیست یک پیامبر برای تمام دوره های تاریخ بفرستد؟ میتوانیست، اما برای این که طرز فکری آدم ها عوض میشود هی پس هم و پس هم و پس هم پیامبر فرستاد تا برای انسان های متفاوت پیامبر متفاوت باشد، تا برای نسل جدید پیامبر جدید باشد، تا برای فکر جدید کتاب جدید باشد، تا برای مرحله جدید دانش جدید باشد. قرآن ما تنها برای تفسیر 1400 سال قبل نیامده است، آمده است که هر دوره تفسیر بشه، آمده است که هر دوره با اون چنگ زده بشه و ما اصلا برای از اون سخن بگیم. فراموش نکنید به هیچ شنوان رسالت نسل جوان، رسالت تو جوانی که اینجا نشسته ای و ما عاشقانه دوست دارم، بزرگتر از خطیتر از هر یکی از بزرگایی است که در افغانستان گدایی بزرگی دارن، هر یکی از کسایی است که در افغانستان گدایی بزرگ منشی بزن. بیاموز بیاموز از معلمی که فیلن فرصت داری در دست رست است. بیاموز یاد بگیر و هیچ محدودیتی نیست که این آموزش چی باشه کجا باشه، هیچ محدودیت وجود ندارد. هزار گرامی عزیزان دارد جایگاه معلم من حیث پیام رسان، من حیث کسی که سلسله آموختن را از سخن اول قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق تا به این روز در شانه داره و درفشی دانشوری و افتخار را به دوش میکشه، باید گرامی داشته باشد و ما باید به خوبی از داشته های از آزمته های از استفاده بکنیم. معلمین نهایت گرامی را احترام بکنیم، استادان نهایت ارزشمند، نهایت با پشتکار تلاشمون را دست بوست باشیم. میدونید بدترین چیز یک جامعه چیست؟ ببخشید که کنه دراز در میدم. میدونید بدترین چیز یک جامعه چیست؟ تغییری فرهنگ هاست. اجازه ندهید ناخودآگاه رسانه های جمعی چیزی اشتباهی خارج از فرهنگ اساسیتان بخردتان بتن. شاید کمتر کسی در اینجا کارتونی سیمفونی رو دیده باشه و اگر من باشه نفهمیم یک کسی است یک قطی کنسر نباز میگه کارتونی است قطی کنسر نباز میگه من میخره بازوهایش بلند بلند میشه.
امپراتوری یک وقت از بزرگترین طرفدارانش در شرق دنیا یعنی ایران، افغانستان، تاجیکستان، تا روسیه بود. این آمریکا جور کرد. چرا قطعه های کنسرنش از فروش باز مونده بود؟ راه پیدا کرد که در تجارت در جای فروش پیدا کرد. این رسانه ها چیزی که خودشان نیاز دارن به خردتان میدن. ولی نه این قابل نقد باشد. ارزش هایتان به تغییر ندید. امروز وقتی که یک دانش آموز حاضر شد دست معلمش را ببوسه برای ارج گذاری عزت و احترام و بخشیدن یک جایگاه معتبر برای علم و آموزش که استاد محترم گفتن که اولین معلم الله تعالی است. یعنی امیسی با وضاحت رو توضیح دادن. پس اگر آزید و آزید به نکار بشن خجالت میکشن کجای بوسیدن دستی یک کسی که برای تو زندگی کردن را آموخته خجالت دارد. کجاش به این فرهنگ های گرامی را پاس داشته باشید. به این به فرهنگ های گرامی ارزش بگذارید. به این واقعا کسی باشید که فرهنگی با علم با ظرفیت عمل بکنید. اقدام ما با برنای دانش باشید. زندگی ذره کاهی است که کوبش کردید. زندگی نام و نکوهی است که خواهش کردید. زندگی نیست بجز نمه باران بهار. زندگی نیست بجز دیدن یار. زندگی نیست بجز عشق بجز حرف و محبت به کسی. زندگی نیست بجز عشق بجز حرف و محبت به کسی. بر نهر خور کسی زندگی کرده رسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم نمون در این فرصت کردیم. درود به همگی شما دوستان ارزشمندم. سلام باشید. سلام به چینل تلویزیونی بدخشان میدیا خوش آمدید. شما می توانید برنامه های فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و سرگرمی را از این چینل بیننده باشید. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را فشار دهید. بدخشان میدیا، پاسدار ارزش های فرهنگی و باستانی در بدخشان.